مسئولان صندوق یونیسف با اشاره به وضعیت بحرانی در افغانستان میگویند که نباید کودکان این کشور را گروگان مسائل سیاسی گرفت. کاترین راسل، رئیس اجرایی یونیسف، در پایان دیدار سه روزه خود از افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: چند دهه جنگ، خوشسالی ویرانگر، اقتصاد در حال فروپاشی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی صدمات جبران ناپذیر را به کودکان افغانستان وارد کرده است. در ادامه بیانیه آمده: همه چیز در حال بدتر شدن است و بر اساس پیشبینی ها در سال 2022 بیش از 1 میلیون کودک به سوء تغذیه حاد مبتلا خواهد شد و نیاز به درمان دارند. راسل افزود همچنین نزدیک به 13 میلیون کودک به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. بیماری های مانند سرخک و اسهال حاد در حال گسترش است و 97% از تمام خانواده های افغانستانی ممکن است در چند ماه زیر خط فقر زندگی کنند. وی از سنی های تندروی طالبان نیز خواست تا به وعده های خیش در مورد حقوق زنان و کودکان عمل کنند و به همه دختران اجازه دهند به مدرسه بروند و همه زنان به سر کار بازگردند. او همچنین از آنها درخواست کرد تا امنیت کارمندان واکسیناسیون فلج اطفال را تضمین کنند، زیرا پیش از این عناصر طالبان بارها به این کارمندان حمله کردند.